بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاۃ علی اهلها عرض سلام مجدد دارم خدمت تمامی و یک و یک شاگردای نازنین و دوست داشتنی صنف نهم شاگردای عزیز یک بار دیگر در خدمت شما قرار داریم با درس رابع یعنی درس چهارم با عنوان از سفر لطلب العلم عنوان درس ما شما هست سفر یعنی هجرت یا سفر برای تحصیل علم خب شاگردای عزیز د این درس شما می که شخص بنام نام نعیم می به طرف مملکت عربستان سعودی برای تحصیل علم بره خب نعیم از خانه خود آماده میشن میرن به طرف میدان هوایی کابل در میدان هوایی کابل مواجه میشه و ملاقات میکنه با حسن که یکی از رفقا و دوستایش است حسن ازش سوال میکنه و در رابطه با هدفشان در رابطه با کجا میرن مقصد سفرشان و در رابطه با هدفشان اینجا هستن که محاوره و گفتگویی ایجاد میشن که ما میخواهیم امروز این محاوره را با جعفر جان که یکی از شاگردای ممتاز هست می خواهیم با ایشان صحبت داشته باشیم خب قبل از این یک مقدار مطلب برای تان می خوانیم متنم شما آشنایی داشته باشین شاگردای عزیز تا که به محاوره میرسیم رسیم بازم صحبت می کنیم یورید <applause> النعیم ایطافر الى المملکت العربیت السعودیه للدراسه ففی اصناع سفر اتقا به حسن به قرب مطار کابول و سعلا ببینید شاگرد عزیز متن رو دقت کنید میگم یوریدو یعنی اراده کرد یعنی خواست نعیم ایو سافره اینی که مسافرت کند به کجا الى المملکت العربیت سعودیه به طرف کشور عربستان سعودی لید دِ به خاطر درس و به خاطر تحصیل ففی اسنَاء السفر میگه در اسنَاء السفر در هنگام سفر اتقا بهی حسن اتقا یعنی ملاقات کرد و روبرو شد همراهی نعیم حسن در کجا به قرب مطار کابل به نزدیک میدان هوایی کابل و سعله و سوال کردن از نعیم خب حالا ما سوال میکنیم به شکل محاوره ای شاگردای عزیز شما دقت داشته باشین خب ما از جعفر جان که نقش نعیم را اینجا در محاوره برای ما بازی میکند سوال میکنیم که الی این ظاهب یا نعیم یعنی معنایشی میشه که از نیم سوال میکنیم شما به طرف کجا ذاهب و روینده هستید یعنی مقصد سفر شما و هدف سفر شما چیه خب تشکر استاد عزیز انا مسافر ولا سعودیه نه اینجا نعیم میخواد بگه ما مسافر عربستان سعودی هستم و میخوایم به کشور عربستان سعودی سفر کنم بله بسیار خب شما میخوان که به طرف عربستان سعودی سفر, سفر, سفر کنیم بله سعود. خب ما سوال میکنیم میگیم مازا تورید و انتفعل هناک. ماذا تريدو یعنی شما چی کار و چی هدف دارین و چی میخواین که در عربستان سعودی سفر میکنین اريد ان ادرسو به جامعه الام در اینجا نایی میخوای که میخوام بروم در پنتون ام القرآ ادامه تحصیل خواهند بله ام القرآ خب نایی میخوان که برای ما جواب دادن گفتن ما طرف عربستان سعودی به خاطر درس و به خاطر تحصیل در دانشگاه ام القرا میریم خب بله سوال میکنیم که هل انت هل ناجح فی اختبار القبول بالجامعه معنای چی میشه شاگرد عزیز که ما از نعیم سوال کردیم که آیا شما در امتحانی ورودی یا در کانکوری ورودی دانشگاه ام القرا شما قبول شدین؟ نمی اینجا دوباره جواب میده نعم بله انا ناجهون ما کامیاب شدیم بله بسیار خوب شما گفتین که ما انا ناجه یعنی کامیاب شدن در امتحان ورودی دانشگاه ام القرا بسیار خوب ان که موفق باشین خب شاگرد عزیز بین قوس ببینین اینجا گفته که نعیم الان فی داخل مطار کابل الان نعیم رفته به کجا به داخل میدان هوایی کابل در اونجا قرار گرفته خب حالا شما میفهمین که در اونجا وقتی در میدان هوایی میرین خب مدارک یا همچنان مثلا خب سوالات اینه که موظف یا کارمند کارمند میدان هوایی از شما سوال میکنه خب ما به عنوان معذف از نعیم سوال میکنیم که من فضلک لطفا هات جواز سفر و تأشیرت الخروج ما از نعیم سوال میکنیم که لطفا تفضل یعنی لطفا پاسپورتتان را بدهید و همچنان تأشیرت الخروج ویزه خروجیتان را به ما نشان بدید الان برای ما جواب میده هازا هو جواز سفری بفرماین جواز سفر یا همون پاسپورت بله و تشیرت الخروج و همین ویزه خروجیم که بتونم خارج از کشور بله نه این برای ما جواب دادن و گفتن که هازا هو و جواز سفری جواز سفر این پاسپورت میگه شاگرد عزیز در زبان عربی یعنی میگه این است جواز سفر یعنی پاسپورت من و تعشیرت خروجی و همچنان ویزه خروجی ما خب باز هم ما به عنوان معذف سوال میکنیم که تقل او برایشان اعلان میکنیم که تقل او بعد عشرین دقیقه یعنی برای نعیم ما اعلان میکنیم که پرواز میکند تقلع یعنی پرواز میکند دائره هواپیما بعد 20 دقیقه بعد از 20 دقیقه باز رهنمایی میکنیم میگیم تفضل الى بوابت رقم رابع ببینید میگم که تفضل بفرمایید به سوی دروازه شماره چهار اونجا آماده باشین که هواپیما بعد از 20 دقیقه پرواز میکند خب بازم شما ببینید شاگرد از بین قوس اینجا داریم میگم نعیم وصل الى مطار جده خب حالا هواپیما رفت حرکت کردن الان نعیم در میدان هوایی جده رسیدن یعنی در پایتخت عربستان سعودی حالا معذفی که در اونجا هستن یعنی کارمندی که در میدان هوایی هستن خب اونجا هم از نعیم اینجا سوالاتی دارد و همچنان راهنمایی هایی دارند که ما سوال میکنیم خب موظف الان شما شما متوجه هستن که نعیم در میدان هوایی جده یعنی در پایتخت عربستان سعودی رسیده خب ما میگیم که من این انت قادم سوال میکنیم از نعیم میگیم من این انتقایم شما از کجا آمده یعنی از کدام کشور اینجا آمده ای؟ نیم اینجا جو جواب میده قادمون من افغانستان ما از کشور افغانستان به کشور عربستان سعودی سفر کردیم و آمدیم بله اینجا نه این برای ما جواب دادن که انا قادمون من افغانستان ما از افغانستان آمده ایم بازم معذف سوال میکنه شاگرده عزیز میگه این جواز و تاشیرت الدخول خب قب قبلا در میدان هوایی تاشیرت خروج سوال میکردن یعنی ویزه خروجی را اینجا هم ویزه دخولی را ما سوال میکنیم که این جواز و تأشیرت الدخول پاسپورت شما و ویزی دخولی شما کجاست هذا هو جواز همی جواز یا همون پاسپورت هم و فیه تأشیرت الدخول یا همی ویزی دخولی هم که میتونه بارد با. ببینید شاگرده خب نهیم اینجا در معذف میدان هوایی مطار جده جواب دادن پاسپورت خود نشان دادن گفتن هاذا هو جوازون اینی پاسپورت ماست و فیه تشیر دخول و همچنان در اینجا ویزه دخولی هم قرار دارن خب شاگرد اینی این متنی بود که ما با کمک جفر جان بسیار شاگرد با شاگرد کوشش کوششگر و تلاشگر ما ایرا را به عنوان محاوره با شما گفتیم خب الان متن را برای شما توضیح می دهیم که در متن چگونه این محاوره گنجانده شده خب شما دقت کنین شاگردای عزیز یورید النعیم ایو صافر و الى المملکت العرب سعودیه للدراسه ففی اصناع سفر اتقابه حسن به قرب مطار کابول و سعلا خب شاگردای عزیز تا اینجا شما مشکل ندارین قبلا برایتان معنا کردیم. گفتیم که نعیم میخوایم مسافرت کنه در کشور عربستان سعودی به خاطر دراست و به خاطر درس در اسنای سفر در میدان هوایی کابل ملاقات میکنه به حسن و حسن ازش سوال میکنه شما ببینید حسن سوال میکنه که الا این انت ظاهب یا شما به طرف کجا روینده هستید نعیم در جواب میگه انا مسافرون الاس سعودیه چنانچه که ما در محاوره هم گفتیم یعنی من مسافرت میکنیم به طرف عربستانی سعودی حسن میگم با سوال میکنه ماذا تورید و انتف الحناک یعنی تو چی را میخوایی یا چی کار را میخوایی در آنجا انجام بدی یا اصلا هدف و مقصد مسافرت شما چیست حسن در جواب میگه نه این بله در جواب میگه که اورید و بله انا مسافرون الاسعودیه بله ما به طرف عربستان سعودی میریم و اینجا هم سوال شدن که شما به خاطر چی میرید باز جواب میتنه این میگه اورید ان ادرس بجامعه ام القرى خب دانشگاه ام القرى شاگردای عزیز یک دانشگاه بسیار معتبر و بین المللی عربستان سعودی هستن که در آنجا از ملیت های مختلف درس میخوانن نعیم هم اینجا میگه که ما میخواهیم که درس بخوانیم به جامعه ام القرى یعنی به دانشگاه بین المللی ام القرى حسن در جواب میگه هل انت با سوال میکنه حسن هل انت ناجح فی اختبار القبول بالجامعه میگه آیا شما در امتحان ورودی دانشگاه قبول شدین خب در جوابش میگن نعیم جواب میگه که نعم یعنی بله جواب مثبت میده میگه انا ناجح ما کامیاب شدم در امتحان قبولی یا ورودی دانشگاه جامعه قره. بین قوس صحنه تغییر میکنه شاگرد عزیز میگن نعیم الان فی داخل مطار کابل نعیم الان داخل میدان هوایی کابل هستن موظف یعنی کارمند بین میدان هوایی کابل سوال میکنه که من لطفا هات بدهید جواز سفر و تاشیره الخروج جواز سفر پاسپورتتان و ویزه خروجیتان نعیم در جواب میگه من فضلیک. میگن من فضلک لطفا بله در جواب میگه که هازا هو جواز و سفری این است پاسپورت من و تأشیرت خروجی و همچنان ویزه خروجی ما خب معذف میگه تقل الطائره بعد عشرین دقیقه تفضل الى بوابت رقم رابع معذف میگن تقل پرواز میکند تائره هواپیما بعد از بیست دقیقه تفضل لطفاً به طرف کجا برین الى البر رقم رابع و دروازه شماره چار خب نعیم وصل الى مطار جده نعیم به میدان هوایی جده رست شاگرده عزیز باز هم معذف ازش سوال میکنه میگه من این انت قادم؟ یعنی شما از کجا آمدیم؟ من این انت قادم؟ یعنی شما نعیم از کجا آمدین خب بعد از اون میگه که من انا قادم من, من افغانستان و جواز سفر و تشریرت الخروج خود نشان میتن خوب شاگرد عزیز اینی بود درس امروز ما امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشین و همچنان موفق و معید باشین تا درس بعدی شما را به خدای بزرگ میسپاریم موفق باشین